دولت تاجیکستان کوشش میکند که تهدید و خطرهایی که از عاملهای داخلی و بیرونی و از جمله تشکلهای سیاسی سابق شهروندان تاجیکستان تأسیس داده برمی آید پیشگیری کند و از این خاطر با مقصد نگاه داشتن نفوذ و طرز و اصول اداره و تنظیم مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و واسطه های دولتداری که طلبات حکومت را قانع می کند بدون شک آنها هوسمند منفعت دار هستند که از جمله مخالفین سالهای نزدیک به اروپا رفته و سازمان های مختلف تأسیس دادند برگردانند. شخصا من بازگشت همه آن نفران را که بیرون از وطن هستند و کفالت آن را میگیرند که بعد بازگشتن به وطن مورد فشار و مورد فشاری هم روانی هم جسمانی قرار نمیگیرند استقبال میکنند. این عملی خوبی است و فکر میکنم اگر که خیلی پیشتر صورت میگرفت باز هم خوبتر میشد. امروز تاجیکستان واقعا هم با ان همین بازگشت سه تن از لیدرهای گروه 24 و ان همون پیشواهایی که در سابق پیشواهای حزب نهضت اسلام بودند و مثل سید ابراهیم نظر و دیگر پای که فرستاد که باز هم آماده است که با مخالفین خود سر یک کرسی گفتگو بنشیند. نمی شود که دولت به حکومت باشد، به اپوزیسیون باشد و ما میبینیم که هر کشور، حتی آمریکا هم به همون پیشرفتش، اروپا هم به همون پیشرفتش مخالف دارن، ولی این مخالفت ها فرق میکنه. اونها مخالفان خود اجازه میدن که در داخل کشور منبر میچن، رسانه میچن، بیا حرف خودشون رو بگن. وقتی که ما تمام درها رو میبندیم، وقتی که شما پیش یک دریا رو چی میزنید، با قولی سخن هایی که ما در دهات میگیم چی میزنید اخیرا آب او بلند میشد و از یک جا میآید میریزد. وقتی که شکل دولت جمهوری و ماهیت آن دموکراسی و حقوق بنیاد است، بودن حزب های گوناگون به خصوص مخالفین سیاسی نه ایدئولوژی شرط و استراتژی دولت داری باید باشد، زیرا که بدون داشتن مخالفین سیاسی برگزار نمودن انتخابات های حقانی و عادلانه، تحت نظارت جامعه شهروندی گرفتن دولت و تأمین شفافیت و بهتر کردن فعالیت دولت امکانیت ندارد. حکومت به مخالف بودن نمیتواند. بز اپوزیسیا نموجد سوشستوات نیاد دو گسودارستو. آن مخالفین یا که اپوزیسیا که میگویند، اگر او یک اپوزیسیا که در فقط در فکر سرنگون سازی حکومت نباشد، اپوزیسیا که مثلا فقط اندیشه دارد که این را برقرار کند و جای او را گیرد، البته این گونه اپوزیسیا هیچ وقت به مقصد نمیرسد. هنوز هزار سال قبل فردوسی بزرگ گفته بود در شاهنامه که اگر پشه با فیل کین آورد، همه رخنه در داد و دین آورد. شاید مضمونش همین خیلی باشد. و مخالف کوچک و بزرگ نمی شود، مخالف ضعیف و بسیار نمی شود. اما یک نفر هم که مخالف است، اون مخالفی دولت است. حالا اون تنها است یا بسیاری است یا پنج نفر است. ولی امروز وقتی که ما مخالف میگیم، گپ درباره صدها نفر می رود. شما سر بدوزیم به شبکه اجتماعی ببینید، تنها این یک گروه، یک حزب، یک سازمان نیست و ده ها نفر مخالف هستند. و شاید وقتی که ما به مخالفی بیرون نگاه میکنیم، فکر میکنیم که در داخل مخالفان هستند. البته در داخل اونها هستند که با بعضی عملهای حکومت راضی نیستند، ولی حالا نمیتونن حرفشون رو بگویند. من چرا این سخن رو میگم؟ شما وقتی که به یوتیوب وارد میشید و میبینید که سخنرانی یک مخالف 100 200 و حتی 300 هزار نفر اونها تماشا کرده است، پس معلوم میشه که حداقل 5 6 هزار نفر در داخل تاجیکستان است و همون اندیشه و همون افکار را دارد. من مثلا تا حاضر نمیدونم، درک نکردم که اینها نیرو داشته باشند. اگر نیرو دارن، بگذار از خود درک بدهن، تلویزیون ها بسازن، گازیته ها، ژورنال ها، مجله ها، توسط این فیک و فیس ها. من همه طورم در دو آن واحد خود را مخالف حکومت و مخالف امریکا و مخالف اروپا اعلان کنم. محک معین کننده وزن خاص و اعتبار آنها در حیات اجتماعی و سیاسی در شرایط شکل جمهوری و دموکراسی، این انتخابات عادلانه و آزاد باشد که
جایگیرشوی واقعی تشکلهای سیاسی را افاده کند. بنابراین چون در ما نظرسنجی های حقانی وجود ندارند و حزب‌های سیاسی به خودی و بیگانه جدا شدند و مردم وابسته به عقیده سیاسی و اعتقادها مشکلات دارند تا حتی نمیتوانند حقوق کنستیتوسیونی خود را به مهنت عملی کنند و اینچنین نیروی ذهنی خود را برای تحکیم دولتداری و رشد و تشکل دولت معاصر و موفق روانه کنند، باعث نگرانی است.